امروز میخواییم به یه بازی ترسناک مستقل از سایت germfood.itch.io نگاهی بندازیم. این بازی اسمش Let's Find Larry یا همون بیا لری رو پیدا کنیم هستش. تو این بازی باید لری رو بین جمعیت پیدا بکنید. این بازی یه چشم تیز و البته یه کمی صبر و حوصله هم میطلبه. اما این بازی یه چیز تاریک و دارک هم توی خودش داره که به زودی توی ویدیو متوجهش میشید. این بازی حدود یک سال پیش منتشر شده، ولی چون خیلی بازی نکردن باید بهتون بگم که توی این ویدیو اسپویلرهای از بازی Let's Find Larry خواهد بود، پس مراقب باشید. اگه خودت میخوای بازی رو بخری و از سازنده حمایت کنی که اتفاقا همون سازنده بازی Night of the Consumers هستش، من لینک بازی رو توی دیسکریپشن پایین قرار میدم. حالا که اینا رو گفتیم بریم سراغ داستان بازی. بازی از جایی شروع میشه که قهرمان داستان توی یه پارک توی شهر ساکت و آروم میدل وود قدم میزنه. بعدش شخصیت اصلی با یکی از دوستای قدیمیش از دوران مدرسه صحبت میکنه. در واقع بهترین دوستش، اسمش لری هستش. لری توی شهر کلی کار خوب کرده و محبوب شده. وقتی شخصیت اصلی لری رو صدا میکنه، لری یه جورایی ترسیده و فرار میکنه. گیج و حیرون، شخصیت اصلی دنبال لری میره. لری سعی میکنه بین مردم قایم بشه، ولی هر بار که شخصیت اصلی پیداش میکنه دوباره فرار میکنه. شخصیت اصلی که نمیدونه چرا لری اینجوری رفتار میکنه دوباره دنبالش میره. این تعقیب و گریز توی کل شهر ادامه پیدا میکنه. لری یه جا از شخصیت اصلی میپرسه که آیا عمدن داری منو دنبال میکنی؟ بعدن لری بهش میگه که دست از سرش برداره، ولی شخصیت اصلی همچنان دنبالش میره. بعدش لری تهدید میکنه که به پلیس زنگ میزنه و فریاد میزنه که شخصیت اصلی یه استاکر هستش. لری بعدن سعی میکنه توی یه مرکز خرید قایم میشه. همه جور تلاشی میکنه که از دست شخصیت اصلی فرار کنه. یه بار پشت ویترین مغازه قایم میشه. یه بار توی دستشویی مخفی میشه. وقتی شخصیت اصلی توی دستشویی پیداش میکنه، لری دوباره میترسه و میپرسه آیا با اونا هستی؟ و باز هم فرار میکنه. نهایتاً توی ناامیدی کامل لری یه ماشین جایزه از مرکز خرید میدوزه و فرار میکنه. ولی نگران نباش، شخصیت اصلی دوباره پیداش میکنه. زیر فشار لری تصادف میکنه و فرار و پیاده ادامه میده. لری به یه قسمت خشن شهر فرار میکنه که پر از خونه های متروکه و ویرونه هستش. حالا هوا تغییر میکنه، هوا بارونی میشه و یه رعد و برق نشون میده که لری توی جاده وایساده و بعد به یه ساختمان نزدیک فرار میکنه. یه ماشین میاد و 4 تا آدم سایه وار پیاده میشن، شبیه همون سایه‌ای که توی شهر دیده بودن. یکی از اون آدما میاد سمت شخصیت اصلی و میگه که متوجه شده که اون داره لری رو توی شهر دنبال میکنه. یه روزنامه محلی رو در میاره که توش عکس لری چاپ شده. لری خوب به نظر همون لری میاد که شخصیت اصلی میشناسه. مرد عجیب میگه که اون لری رو مثل بوی بدنش میشناسه و میخواد باهاش حرف بزنه. بعد شخصیت اصلی رو تهدید میکنه و میگه باید همچنان لری رو دنبال کنه، چون انگار استعداد خوبی توی پیدا کردن آدما داره. اگه این کارو نکنه دردسر درست میشه. اون میخواد شخصیت اصلی اونها رو مستقیم به سمت لری ببره. حالا سوال اینه، آیا اینا آدمهای بدی هستن؟ لری آدم بدی داستانه؟ داستان چیه؟ مرد عجیب میره و شخصیت اصلی دنبال لری میگرده، ولی هیچ اثری ازش نیست. شخصیت اصلی میره به یه قسمت دیگه از محله که بدنامه، ولی هنوز هم لری رو پیدا نمیکنه. بالاخره لری رو پیدا میکنه که توی سطل آشغال قایم شده. لری که گریه میکنه از شخصیت اصلی خواهش میکنه، میگه که خانوادش رو گرفتن و حالا میخوان خودش رو هم بگیرن. هر جا که بره اونها دنبالشن. از شخصیت اصلی کمک میخواد و میگه که اگه کمکش نکنه احتمالاً میمیره. چند دقیقه بعد آدم‌های مرموز میرسن و شخصیت اصلی مجبور میشه لری رو بهشون نشون بده. لری به یک کلاب نزدیک فرار میکنه. شخصیت اصلی هم وارد کلاب میشه و لری رو اونجا پیدا میکنه. لری که کاملا ناامیده نمیتونه از چشمای تیز شخصیت اصلی فرار کنه. وقتی شخصیت اصلی دوباره پیداش میکنه، لری از کلاب فرار میکنه و به یه قسمت دور افتاده از شهر میره. لری مدام فرار میکنه، ولی شخصیت اصلی باز هم دنبالش میکنه و لری رو به یه ساختمون بزرگ گیر میندازه. لری دیگه توی اون ساختمون گیر افتاده. مرد عجیب دوباره سر میرسه و به شخصیت اصلی بابت کار خوبش تبریک میگه.
لری حالا روی سقف ساختمان بلند گیر افتاده. مرد عجیب یه تفنگ تکتیرانداز کالیبر 50 به شخصیت اصلی میده و میگه که کار لری رو تموم کنه. شخصیت اصلی با مهارت زیادی یه شلیک تمیز میکنه و لری از بالای ساختمان به پایین میافته روی یه سری کیسه زباله. مرد عجیب میگه که اونها مدت زیادی دنبال لری بودن. شخصیت اصلی که داره با دوربین تفنگ نگاه میکنه میبینه که مرد عجیب لری رو صدا میکنه و میگه که نصف عمرش رو صرف شکار لری کرده. اون بهش یه چیز دیگه میگه، ویلی مک. بهش میگه که ماسکشو برداره. عجیبه که نه تنها ویلی مک از شلیک با کالیبر 50 جون سالم به در میبره و بعد از افتادن از ساختمون زنده میمونه، بلکه حتی اونقدر قدرت داره که توی هوا بپره و اون مرد رو با چاقو بکشه. ولی قبل از اینکه ادامه بدیم باید چند چیز رو توضیح بدم. ویلی مک کسی بود که طی 3 سال خیلی ها رو کشت و هویت و چهره اونها رو گرفت. یعنی چهره قربانیاشو میگرفت و توی عموم ظاهر میشد. توی سال 2001 ویلی دستگیر شد و زندانی شد، اما بعد از تصادف ماشین زندان ویلی فرار کرد و به عنوان مرده اعلام شد. ولی اون مرد عجیب باور نداشت که ویلی مک مرده. پس تصمیم گرفت که باید پیداش کنه و برای همیشه از شرش خلاص بشه. آدمهایی که همراهش بودن احتمالاً گروهی از انتقامجوها بودن که دنبال عدالت بودن. ویلی مک بعد از فرار از مرگ و زندان مجبور بود پنهان بشه و به صورت قربانی بعدیشو پیدا کرد و اون کسی نبود جز لری واقعی. ویلی مک لری رو تیکه تیکه کرد و چهرش رو گرفت و توی پارک دفن کرد. این کارش اشتباه بزرگی بود، چون لری یه شخصیت شناخته شده توی جامعه بود و تقریبا همه اون رو میشناختن. در زمان وقوع بازی ویلی مک 17 قربانی گرفته بود، قربانی هایی که توی سراسر میدلوود به قتل رسونده بود. به هر حال بعد از اینکه ویلی مک اون مرد رو کشت، شخصیت اصلی تنها میمونه. بعد ویلی ناگهان ظاهر میشه و احتمالاً شخصیت اصلی رو هم میکشه و چهرهشون میگیره. حالا که هویت جدید ویلی یعنی لری لو رفته، یه گزارش خبری محلی اعلام میکنه که پلیس بقایای لری رو توی همون پارک پیدا کرده که شخصیت اصلی برای اولین بار کسی که فکر میکرد دوست قدیمی دبیرستانیشه یعنی لری رو دیده بود. احتمالاً ویلی مک درست قبل از اینکه شخصیت اصلی توی پارک بهش برسه لری رو کشته بوده. ولی این دیگه پایان ویدیو هستش. یه داستان ساده است، اما بازی بود که من ازش لذت بردم و گفتم یه ویدیو کوتاه براش بسازم. اگه از این ویدیو خوشتون اومد یادتون نره لایک کنید و برای حمایت از کانال سابسکرایب رو فراموش نکنید. نظرتونم توی کامنت ها حتما بنویسید. فعلا خدا نگهدار و توی ویدیوهای آینده میبینمتون. تا ویدیوهای بعدی روز و شب خوبی داشته باشید.